سلام، سوال ما امروز از این وهابی اینه: اگر فدک توسط پیغمبر به حضرت زهرا سلام الله علیها داده شده، پس چرا جناب ابوبکر اون از حضرت زهرا میگیره؟ خب بعد از رحلت رسول الله، حضرت فاطمه، حضرت علی، حضرت عباس نزد ابوبکر رفتن، گفتن یا ابوبکر ارث پیامبر را بین ما تقسیم کن. حضرت ابوبکر فرمود که نه خیر، پیامبر بعد از خودش ارث به جا نمیگذاره. حضرت فاطمه خطاب به ابوبکر گفت که چگونه اگر تو بمیری بچه‌هات ارث میبرن، ولی پدر من بمیره من ارث نمیبرم. حضرت ابوبکر فرمود دخترم، پدرت فرموده ما گروه پیامبران بعد از خود ارث به جای نمیگذاریم. قضیه همین بود لا غیر، و قضیه حل شد. حضرت فاطمه در واقع دیگه با این قضیه مشکل حل شد، و ناراحتی یک برهه خیلی کوتاهی ناراحتی حل شد. همین یه برهه کوتاه بود، حل شد مشکل حضرت زهرا تو همین برهه کوتاه حل شد. پس صحیح بخاری چی می نویسه تو باب خمس؟ فقط زبد فاطمه تو بنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فحجرت ابوبکر فلم تزل مهاجرته و حتی توفیت. فاطمه زهرا غضب کرد بر ابوبکر و با او قهر کرد تا زمانی که از دنیا رفت. دروغ میگه؟ حالا حدیث صحیح بخاری دیگه، یا همون صحیح بخاری تو باب غزوه خیبر میگه فلم تو کلم ها حتی توفیت، حتی یک کلمه باش صحبت نکرد تا از دنیا رفت حضرت زهرا. یک برهه خیلی کوتاهی ناراحتی بود که رفت شد، حل شد. ها پس بیهقی در سنن کبرا چی میگه؟ میگه فلم تو کلم ها حتی ماتت فدفنها علیون لیلن، با او صحبت نکرد تا از دنیا رفت و امیر المومنین اون شبونه دفن کرد. حل شد؟ آها، بس حل شده که ابن قتیبه راوندی دینوری سنی تو کتاب الامامت و سیاستش می نویسه عمر و ابوبکر به خاطر اینکه فاطمه رو غضبناک کرده بودن خدمت فاطمه زهرا رسیدن، ولی فاطمه اونها رو به خونه راه نداد، به وساطت علی ابن ابی طالب به خونه رفتن، ولی فاطمه از اونها رو برگردون. ماشاءالله. و بعد حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن قسمتون میدم به خدا، آیا از پیغمبر نشنیدین رضا فاطمه تو من رضایی و سخط و فاطمه تو من سختی، فمن احب فاطمه تو ابنتی فقد احبنی، و من ارضا فاطمه تو فقد ارضانی، و من اسخط فاطمه تو فقد اسخطنی. هر کی فاطمه رو راضی کنه منو راضی کرده، هر کی فاطمه رو اذیت کنه منو اذیت کرده. ابوبکر و عمر هر دو اعتراف کردن نه، سمعناه من رسول الله، بله از پیغمبر شنیدی. صدیقه طاهره فرمودن فانی اشهد الله و ملائکته انکما اسخطتمانی و ما ارضیتمانی و لئن لقیت النبی لاشکونکما الیه، خدا شاهده که شما منو اذیت کردین و رضایتمو به دست نیاوردین، و اگر پیغمبر رو ببینم قطعا از شما شکایت میکنم. دقیقا صحیح فرمودید. حضرت به این هم بسنده نکردن، فرمودن والله لادعون الله علیک فی کل صلات اصلیها، به خدا سوگند تو هر نمازی میخونم شما رو لعن میکنه.